جریان حمله افغان‌ها به ایران چیست؟ در این ویدیو تاریخ ایران را در فاصله انقراض صفویان تا تأسیس افشاریان خواهید شنید. محمود افغان کی بود و چگونه قدرت گرفت؟ چه اقداماتی بعد از حمله به اصفهان انجام داد؟ نهایتاً چه کسی افغان‌ها را از ایران بیرون کرد و چه شد که سلسله صفویان جای خود را به افشاریان داد؟ تمامی این سوالات در این ویدیو بررسی خواهد شد. پس با ما همراه باشید. داستان افغان‌هایی که به ایران حمله کردند از استان استراتژیک قندهار شروع می‌شود. در زمان صفویان قندهار جزء قلمروی ایران بود. و از این جهت که شاهراه میان ایران، هند و افغانستان به حساب می آمد، اهمیت سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی زیادی داشت. تنها با گذر کاروان‌های تجاری از این منطقه، همسال ثروت فراوانی به عنوان حق گذر کاروان‌های تجاری نصیب حاکم قندهار می شد. از طرف دیگر، در دوران صفویان که دین مردم ایران شیعه بود، سنی بودن مردم قندهار می توانست خود تهدیدی برای متحد شدن قندهاری ها با همجواران سنی مذهبشان باشد. این بود که پادشاهان صفوی نیز تا حدود زیادی به این مسئله واقف بودند و از میان افراد خود با کفایت ترین آنها را به عنوان حاکم قندهار انتخاب می کردند. گرگین خان یکی از حاکمان مقتدر قندهار بود، اما ظلم و ستم زیادی علیه مردم قندهار انجام داد. مردم هم که از رفتارهای ظالمانه حاکم شهر به ستوه آمده بودند، دنبال فرصتی می‌گشتند تا او را از تخت پایین بکشند. از طرف دیگر در رأس قبیله‌ها و طایفه‌های مختلف قندهار، طایفه قلزایی قرار داشت که میرویس هوتکی بزرگ این خاندان بود. میرویس هوتکی به عنوان کلانتر قندهار منصوب شده بود، اما گرگین خان حاکم قندهار که رابطه خوبی با او نداشت، نامه‌ای به شاه سلطان حسین صفوی نوشت و او را نسبت به میرویس بدگمان کرد. این بود که میرویس هوتکی به پایتخت فراخوانده شد. وقتی او به اصفهان رفت، با چشمان خود دید که خاندان صفوی تا چه حد ضعیف شدند. بعد از آن مطمئن شد که تصرف قندهار و مستقل کردن آن از ایران آنقدرها هم کار سختی نیست. از طرف دیگر او برای انجام سفر حج از شاه اجازه گرفت و راهی عربستان شد. در آنجا از علمای سنی مذهب نیز برای قیام علیه حکومت شیعی صفوی فتوا گرفت. بعد از آن به قندهار بازگشت و بزرگان قندهار و مردم را علیه گرگین خان شوراند. این بود که مردم علیه حاکم قندهار گرگین خان شورش کردند و او را به قتل رساندند و بعد از آن میرویس هوتکی خود حاکم قندهار شد و از حکومت صفوی اعلام استقلال کرده و به صورت مستقل به اداره قندهار پرداخت. از آنجایی که قندهار در دورترین قسمت شرقی ایران آن زمان قرار داشت، تا خبر این شورش به شاه سلطان حسین صفوی رسید، دیگر کار از کار گذشته بود و برای سرکوب آن بسیار دیر شده بود. زیرا میرویس هوتکی حاکم جدید از حمایت تمامی مردم برخوردار بود و برکنار کردن او کار آسانی نبود. خلاصه بعد از چند سال حکومت میرویس از دنیا رفت و بعد از او برادرش عبدالعزیز به سلطنت رسید، اما چیزی نگذشت که محمود پسر میرویس عموی خود را کشت و خود بر تخت نشست. محمود هوتکی همان کسی بود که اصفهان را محاصره کرد و سلسله صفویان را برانداخت. مدتی بعد از اینکه محمود هوتکی یا محمود افغان به حکومت قندهار رسیده بود، تصمیم گرفت که به طرف پایتخت صفویان لشکرکشی کند. هرچند بار اول موفق نشد، ولی زمانی که برای بار دوم به سمت اصفهان حرکت کرد،
موفق شد که پایتخت صفویان را محاصره کند. محاصره 7-8 ماه طول کشید و شرایط زندگی برای مردم اصفهان به قدری سخت شده بود که حتی گفته شده از شدت کمیابی و قحطی مردم به خوردن گوشت حیوانات غیر حلال روی آورده بودند. در چنین شرایطی تنها کاری که دربار صفوی توانست انجام دهد این بود که یکی از فرزندان شاه سلطان حسین را که طهماسب نام داشت به عنوان ولیعهد انتخاب کردند و به صورت مخفیانه از شهر خارج کردند تا به شهرهای دیگر رفته و از سپاهیان دیگر شهرها استفاده کند، بلکه بتواند محاصره اصفهان را بشکند. شاهزاده طهماسب به قزوین رفت، اما از آنجایی که او کفایت لازم را نداشت موفق نشد کاری بکند. در نهایت شاه سلطان حسین صفوی به این نتیجه رسید که تقدیر الهی این بوده که حکومت به افغانها واگذار شود. پس دستور داد دروازه های شهر را باز کنند. او با دستان خود تاج پادشاهیش را به محمود افغان تقدیم کرد و یکی از دخترانش را به عقد او درآورد. این چنین بود که محاصره شهر به پایان رسید و محمود افغان توانست بدون جنگ تاج و تخت صفویان را از آن خود کند. اما مشکل اینجا بود که در زمان محاصره یک شاهزاده از پایتخت خارج شده بود و هر آن ممکن بود شاهزاده صفوی افرادی را جمع کرده و به اصفهان حمله کند و قدرت را از محمود افغان پس بگیرد. به این دلیل محمود افغان سپاهی را به قزوین فرستاد تا شاهزاده طهماسب را دستگیر کند. زمانی که سپاهیان افغان به قزوین رسیدند، طهماسب زودتر از آنجا گریخته بود و آنها موفق به دستگیری شاهزاده نشدند. اما مردم قزوین علیه سپاهیان افغان شورش کردند و در این درگیری 4000 افغان کشته شد. فرمانده آنها نیز زخمی شد، عقب نشینی کرد و دست از پا کوتاه‌تر به اصفهان برگشت. وقتی که محمود افغان تندخو این اتفاقات را شنید، به قدری خشمگین شد که قتل عام فجیعانه‌ای به راه انداخت و تعداد زیادی از افراد خاندان صفوی از قبیل چند تن از فرزندان و برادران شاه سلطان حسین و تعداد زیادی از بزرگان دربار را به قتل رساند. بعد از این اتفاق وحشتناک، خود محمود افغان نیز به مرض جنون مبتلا شد و نزدیکان مجبور شدند او را در بند کنند و به جای او پسرعمویش اشرف هوتکی یا اشرف افغان را به تخت بنشانند. اشرف افغان در ابتدای کار دستور قتل شاه سلطان حسین را صادر کرد و پسرعموی خود محمود افغان را نیز خفه کرد. بعد از آن مقداری احساس کرد که آسوده شده و میتواند با خیال راحت پادشاهی کند. اما غافل از اینکه دورتر از پایتخت اتفاقاتی در حال رخ دادن بود که هر آن میتوانست قصر را بر سر محمود افغان خراب کند، اما او از این جریانات بیخبر بود. مرد دلیر و سیاستمداری به نام نادر افشار به کمک شاهزاده طهماسب رفته بود و به او وعده کرده بود که تاج و تخت صفویان را از افغانها پس می‌گیرد و افغانها را از ایران بیرون می‌راند. اما نادر افشار که بود؟ نادر افشار در جوانی در دربار بعضی حاکمان محلی به فعالیت مشغول بود. بعدها به خدمت ملک محمود سیستانی در مشهد درآمد. اما در روزهای بلبشوی حمله افغانها به ایران، نادر تعدادی افراد به دور خود جمع کرد و به کمک آنها موفق شد حکومت مشهد را از چنگ ملک محمود سیستانی درآورد. این اقدامش توجه شاهزاده طهماسب را به خود جلب کرد و بعد از آن نادر به خدمت شاهزاده درآمد و لقب طهماسب قلی خان گرفت، یعنی غلام و پیشکار طهماسب. خلاصه نادر افشار به وعده‌اش عمل کرد و علیه افغان‌ها قیام کرد.
او موفق شد اشرف افغان و دار و دسته‌اش را از اصفهان فراری بدهد. افغان‌ها به سمت دهلی فرار کرده بود. نادرشاه نیز به بهانه اینکه چرا حکومت دهلی به افغان‌ها پناه داده است، به دنبال افغان‌ها به سمت هند لشکر کشید و در نتیجه آن اموال فراوانی را از هند غارت کرد و به ایران آورد. خلاصه افغان‌ها بیرون رانده شدند و طهماسب به عنوان شاه صفوی بر تخت نشست. اما از آنجایی که شاه جوان بسیار ناپخته بود و از طرفی هم نادر افشار بسیار زیرک و سیاستمدار بود، نقشه‌ای را ترتیب داد تا اعتبار و مشروعیت شاه را در نظر بزرگان و درباریان خدشه‌دار کند. او مجلسی ترتیب داده بود و همه نقشه ها به گونه ای بود که شاه در نوشیدن شراب افراط کند. همین اتفاق نیز افتاد و درباریان همگی شاه را در بدترین حالت ممکن مست و ملنگ و از خود بی خود دیدند. بعد از آن بزرگان و درباریان همه به این نتیجه رسیدند که این شاه لیاقت سلطنت بر ایران را ندارد. پس طهماسب را از تخت پایین کشیدند و به جای او فرزند شیرخوارش عباس سوم را به پادشاهی رساندند و نادر را نیز به عنوان نایب السلطنه انتخاب کردند. بعد از آن نادر افشار به نبردهای زیادی رفت و هر سوی کشور که شورش یا ناآرامی بود آرام کرد. در نهایت زمانی که اوضاع و احوال سیاسی کاملا بهبود یافت، نادر از تمامی نقاط ایران بزرگان را به دشت مغان فراخواند و در آنجا جلسه ای ترتیب داد. در این جلسه نادر افشار چنین گفت: من آنچه حق کوشش بود به جای آوردم. مملکت را از تجاوز روس و عثمانی نجات دادم و متجاوزان افغان را به جای خود نشاندم. اکنون نیازمند استراحت هستم. هر که را بخواهید می توانید به سلطنت انتخاب کنید. همه یک صدا گفتند که خود نادر باید شاه ایران شود که تنها او شایستگی این مقام را دارد. در ابتدا نادر قبول نکرد، اما بعد شرطهایی آورد و با پذیرش شروط او از طرف شورا نادر پادشاهی را پذیرفت و بدین ترتیب سلسله جدیدی به نام افشاریان متولد شد. خلاصه چنین بود که نادر افشار به پادشاهی رسید. او به راستی که یک سیاستمدار واقعی و انسان با کفایتی بود. کمتر پادشاهی را میتوان در طول تاریخ یافت که تا این حد با عزت و احترام به تاج و تخت رسیده باشد. در این ویدیو ما از جزئیات اقدامات نادر افشار صرف نظر کردیم و تمامی اتفاقات به صورت خلاصه برای شما عزیزان بیان شد. اما در ویدیوی مربوط به سلسله افشاریان به تفصیل توضیح خواهیم داد که نادر افشار قبل از پادشاهی و بعد از رسیدن به پادشاهی چه اقداماتی انجام داد. در پناه حق باشید تا ویدیوی دیگر و سلسله دیگر. بدرود.